Bismillahirrahmanirrahim. Pohantun Jami Pohantzai Engineering مضمون کالکولاس سه با من استاد غلام حسن ادری و سمستر سوم پانزه انجینری پانتون جامعی بسیار بسیار خوش آمدین. درس ما شما به روی وکتر کالکولاس ادامه داره. سوالایی که ما به شما در نظر گرفتیم از سکشن 16.2 یعنی چپتر چی؟ چپتر 16 سکشن دومی در نظر گرفتیم. ما چپتر 16 سکشن اولی رو خلاص کردیم. بعد از شما اگر کدام سوال مشکل چیز داشته باشین لطفا او سوال ها رو با ما در میان بگذارین تا ما بتونیم که همون سوال که مثلا شما مشکل دارین او سوال به شما کار کنیم و دوباره روان کنیم. خب بعد از او ما به سکشن دوم چپتر 16 آمدیم. چپتر دوم سکشن دوم چپتر 16 اونا اینجا موضوعی که هسته دات پرادکت ها و بازمان رو به ادامه و قسمت آخری و میشه به کراس پرادکت اما به دات پرادکت. دات پرادکت یعنی ما به وکتور که هسته دو رقم ضرب داریم، یکی ضرب وکتوری داریم یکی ضرب اسکالری داریم. چون که فعلا یعنی به موبعث که هسته ضرب اسکالری یا دات پرادکت آمده دیگه بی شکل ما بشما چکار میکنیم ادامه میدیم. Find the dot product of the following vectors. یعنی چی؟ یعنی بمی وکتور هایی که داده شده شما چی برست بیارین؟ شما dot product برست بیارین. dot product یعنی ضرب چی برست بیارین؟ ضرب هم وکتوری برست بیارین. خب ببینین سوال های داده شده. قبل از اون که من سوال ها رو به شما کار کنم باز بر از اون من خود dot product رو شما چکار میکنم؟ خود dot product رو شما معرفی میکنم. باز بر از این سوال ها رو به صفحه دیگه کار میکنم. بفهمید؟ خب به داد پرادکت که هسته ما نوشته میکنیم که آی ضرب آی. این که هسته بسیار ساده هسته اما معنای و یا مثلا به قول استعمال و اپلیکیشن های و بسیار وسیع و بسیار مهم و بسیار خوبه. ما و شما نوشته میکنیم که آی ضرب آی مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به آی مربع. باز بعد از او این میگیم که حاصل از این مثال به چنده؟ مثال به یک. باز بعد از او دیگه وکتور بعدی که داریم نشته میگیم که جه ضرب جه. جه ضرب جه میگیم که مثال میشه به جه مربع. حاصل از این باز هم مثال به چند میشه؟ مثال به یک میشه. اگر ما شما دو وکتور یا مثلا وکتوری که داشته باشیم که او مثلا ای باشه که اکس آی جمع وای جه، ای اکس آی جمع وای جه ای دو بوده، ای دو بود یا دو دایمنشنال چیکار میکنه؟ به شما بیان میکنه در دو بود ای ما و شما آی ضرب آی و جه ضرب جه و ما و شما چیکار میشه؟ مطرح میشه. باز بعد از او اگر اینا متفاوت باشه که مثلا آی ضرب جه، باز بعد از او میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. باز بعد از او میگیم که مساوی میشه به یا جه ضرب آی. یعنی یاد شما باشه که حاصل ضرب از اینا در صورتی که امرن یا از یک کتگوری باشه، مثلا آی ضرب آی مثلا میشه به یک، جه ضرب جه مثلا میشه به چند؟ مثلا میشه به یک. در صورتی که اینا امرن باشه از این خانواده از این کتگوری باشه جامعه یک میشه. اما در صورتی که متفاوت باشه آی ضرب جه مثلا میشه به جه ضرب آی میگیم که مثلا میشه به چی؟ در صورتی که متفاوت باشه این میگیم که مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به صفر. در این کتاب ما یا در دو بود در نظر میگیریم یا در سه بود در نظر میگیریم. خب در سه بود که در نظر بگیریم نوشته میگیم که اکس آی جمع وای جه جمع ایرم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که زیدگاه. بعد از او به اینجی که هسته ما و شما نوشته میکنیم که ضرب چی؟ که ضرب که هم میگیم که مساوی میشه به که مربع یا میگیم که مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به یک. خب بعد از او اگر متفاوت هم اینا باشه مثلا باشه که آی ضرب جه میگیم که مساوی میشه به جه ضرب آی، باز بعد از او میگیم که مساوی میشه به آی مثلا ضرب چی؟ آی ضرب که، باز بعد از او میگیم که مساوی میشه به که ضرب آی، باز بعد از او میگیم که مساوی میشه به جه ضرب که یا میگیم که مساوی میشه به که ضرب جه. حاصل از اینا هم میگیم که مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به صفر. یعنی در صورتی که متفاوت باشه هر رقمی که باشه حاصل از اینا مساوی چی میشه؟ مساوی به صفر میشه.
بازبر از او در صورتی که متفاوت نباشند امرنگ باشند نوشته می کنیم که آی ضربه آی مساوی می شود آی مربع مساوی می شود آی مربع مساوی می شود جی ضربه جی مساوی می شود جی مربع بازبر بینید که مساوی می شود کا ضربه کا مساوی می شود کا مربع این همه این مساوی می شود چند مساوی شده یعنی از این تشریحاتی که به شما دادم دو موضوع رو باید شما از بر کنیم یعنی همیشه اخبیات شما باشه یعنی ضرب وکتوری که هسته در صورتی که مختلف باشه یعنی از یک کتگوری با کتگوری دیگه مختلف باشه مثلا آی و جه باشه یا جه و آ باشه کا باشه چی میشه صفر میشه اما در صورتی که امرنگ باشه آی و آی باشه جه و جه باشه کا و کا باشه اصل از من مساوی چند میشه مساوی یک میشه این موضوع آسان تشریح شد اما این موضوع مورد استعمال بسیار خوبی داره و یعنی از اینا استفاده های مثبت خوبی در نظر گرفته میشه اینجا مثال داریم example find the dot product of the following vectors یعنی چی؟ یعنی حاصل ضرب و dot product یا حاصل ضرب و اسکالری وکتورهای ذیل چکار کنیم؟ به دست بیاریم وکتورهایی که ما و شما داریم یکی هست که V مساوی میشه به E باز بر از یکی دیگه هسته V مساوی میشه به E W مساوی میشه به E خب کلن که هسته اینجا یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش سوال ما به شما نوشته کردیم این سوالات بعضی اینا سوالات داخل تمرین میباشه بعضی سوالات داخل حل کرده سوالات حل شده داخل کتاب چپتر شمزه سکشن دوم میباشه شما دیگه باز اینا ما عددار تغییر ندادیم شما میتونیم که ببینیم سرچ کنیم و هر گونه سوال و مشکلی که داشتین برای ما پس دوباره روان کنیم که ما سوال ها کار کنیم به خدمت شما ارسال کنیم خب از اینجا من نوشته میکنم که V ضرب W V ضرب W از این سوال ها که هسته یک دو تایم کار میکنم یک دو تایم کار کنم باز های دگرای میشه که شما کار کنیم خب بعد از اون سعی کنیم ما برای از این که جدسته ببینیم یک شارتکت ای حاصل ضرب وکتوری داره یا اصل ضرب از الکتری یعنی به ضرب که ما شما ضرب میکنیم مثلا نوشته میکنیم که آی مثبت دو جه آی مثبت دو جه ضرب خب نوشته میکنیم که دات پرادکت یا ضرب این هم نوشته میکنیم که سه آی منفی چی؟ منفی جه باز برای بگیم ببینیم قانون چی رقم بود؟ یعنی ما شما به ضرب چه به ضرب پولینوم ها مثلا چیکار میکنیم؟ آی به هر دو تا اسمو ضرب میکنیم باز برای بگیم جه به هر دو تا ضرب میکنیم باز جمع تفریق میکنیم اما نظر به همین خاصیتی که ما با بالا تشریح دادیم یعنی آی ضرب جه آی ضرب جه و جه ضرب آی و آی ضرب که و کا ضرب آی و جه ضرب که و کا ضرب جه مثلا سفر به این خاطر که این خاصیت ما مثلا با بالا نوشته کردیم پس ما شما چکار میکنیم خب ما شما برای از این که اینا خیلی ضرب به سادگی ضرب کنیم و وقت رو از دست ندیم فقط آی ضرب آی میکنیم خبی علامه و جر هم ضرب جه میکنه خبی علامه و سلام و تمام بگید که کلن به صورت اوتوماتیک انجام میشه خب آی ضرب سه آی حاصل از این نوشته میکنیم که سه آی مربع باز بلد جو مثبت دو جه ضرب منفی جه نوشته میکنیم که منفی دو جه مربع وقتی که اینا به شرط نوشته کردیم نوشته میکنیم که V ضرب W مساوی میشه آی مربع و قیمت چند یکه نوشته میکنیم که 3 ضرب 1 منفی 2 ضرب 1 مساوی میشه چند مساوی میشه یک یعنی U ضرب V ما V ضرب U ما V ضرب W ما به این سوال که هست قیمت کم شد قیمت مساوی به یک خب بعد از این سوال خلاص شد میایم به سوال بعدی سوال بعدی ببینیم بنی قسمت که هسته ما چی نوشته کنیم که V ضرب W چی نوشته کنیم که W ضرب V یعنی حساسیتیو لا یا مثلا جایگشت به اینجی که هسته فرق نمی کنه ما شما که مثلا بگیم که V ضرب W مثلا میشه W ضرب V مشکل نداره باز من رو بگیم که مثلا میشه به اینجی هم که هسته مثل لازمو ما چیکار میکنم نوشته میکنم که منفی سه کامه پنج باز برای جو ضرب ایرم نوشته میکنم که یک کامه چار
میگم که این مساوی میشه و من منفی سر ضربه یک بکنم حاصل چی میشه؟ حاصل میشه به منفی سی باز باز رو نوشته میدونو کامه پنج ضربه چهارم حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به بیست. این چیکار شد؟ این شد که ضربه وکتوری ضربه اسکالری از این شد دیگه. خب بعد از او اگه خواسته باشیم اینا رو ادامه بدیم میدونه اگه خواسته باشیم ادامه بدیم یعنی این سوال خود شما کار کنیم چون مثل سوال بالایه یعنی ای آی جمع بیجه کامه سی آی جمع بیجه فیلم کار میکنم باز برای او دیگه میرم به موضوعی بعد نشته میگم که وی ضرب دبلیو برابر یا مساوی میشه. خب من این رو بزن کنم نشته میکنم که ای آی جمع بیجه باز برای او داد پرادکت. خب ایرم نشته میکنم که سی آی جمع ایرم نشته میکنم که بیجه این میگم که برابر یا مساوی میشه. خب فقط من ای و سی رو با هم ضرب میکنم نوشته میکنم که ای سی کامه باز بر از او یکی دیگر هم نوشته میکنم که بی ضربه ای سی ضربه بی دی نوشته میکنم که بی دی این بیش هکل اینو چکار میشه؟ این وکتور ضرب اسکالری از اینا یا داد پرادکت از اینا چکار میشه؟ محاسبه میشه انشالله که داد پرادکت یاد گرفته باشیم. خب باز بعد از او موضوع دیگه که داریم ما دو وکتور که داشته باشیم میتونیم که زاویه بین از اینا چکار کنیم؟ محاسبه کنیم. زاویه بین دو وکتور که محاسبه کنیم ببینیم معمولا به چی نشان میدن؟ به کوساین نشان میدن. ما از این 6 نسبت مثلثاتی همین هکر که ما تطبیق کنیم یا مثلا کوساین رو به دست بیاریم یا ساین رو به دست بیاریم یا تانجانت رو به دست بیاریم همین هکر که ما تطبیق کنیم برای دیگرها چیکار میشه؟ او به صورت اتوماتیک تطبیق میشه چرا که از روی یک نسبت مثلثاتی ما میتونیم هر نسبت مثلثاتی خود بگیم خود رس بریم یا از روی ماشین حساب مثلا ما زاویه انورس از رو بزنیم یا ارکی رو بزنیم او رو رس بریم. خب ببینیم find the cosine of the angle between the vector v equals i minus 3j and w equals minus 4i plus j. خب یعنی چیکار کنیم؟ find the cosine of angle زاویه بینه یا مثلا کوساین زاویه بینه این وکتورها چکار کنیم؟ محاسبه کنیم. من اولین کاری که میکنم نوشته میکنم که کوساین تتا برابر یا مساوی میشه و اینجا مینویسم که خب چون که وکتورها به اساس وی و دبلیو داریم نوشته میکنم که وی ضرب دبلیو تقسیم باز بر از این مینویسم که مادلس آف وی انتو مادلس آف دبلیو باز بر از این فرمول اینه فرمول که هسته کوساین زاویه بین دو وکتور وی یا کوساین تتا مثلا میشه بر وی ضرب دبلیو تقسیم قیمت مطلقه وی ضرب قیمت مطلقه دبلیو میگیم که مساوی میشه بر. خب از اینجا اولین موضوعی که ما شما لازم داریم اینه که ما باید چی دست بریم؟ ما باید وی ضرب دبلیو دست بریم نشتیم که وی ضرب دبلیو مساوی میشه بر مینویسیم که آی منفی سجه باز برای دو داد پرادکت آف از اینجا نوشته می کنیم که منس فور جه و آف منس فور آی پلاس جه. خب ایت موشون به دست بیاریم بینیم که مثلا می شود ایت ضرب عزی کنیم نوشته می کنیم که منفی چار دیگه باز برای نوشته می کنیم منفی چار باز برای منفی ضرب مثبت آسیده می شود منفی سه ضربه یک هم که بکنیم چند میشه؟ میشه به منفی سه. حاصل از این که مثلا میشه به منفی چهار و منفی سه حاصل میشه به منفی هفت. خب برای از این نوشته میگم که وی ضرب دبلیو مثلا میشه به منفی هفت. این وی ضرب دبلیو چیکار شد؟ برد سامن میشه که ما شما چکار کنیم؟ یک رابطه چیز قیمت گذاری کنیم حتی این یک رابطه چیز قیمت گذاری کنیم رابطه که قیمت گذاری کنیم مثلا هم رابطه چند رابطه یک قیمت گذاری کنیم. خب بعد از اون از اینجا من چی رو برس میارم؟ مادلس آف وی رو برس میارم مادلس آف وی یا قیمت مطلقه وی میگیم که مساوی میشه ضریب از این آی اصل چند یک مربع جمع ضریب از این اصل منفی سه اما منفی که مربع کنیم مثبت میشه من پس سه مربع میگیرم میگم که مساوی میشه یک مربع یک سه مربع نو یک و نو حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به جمع و ده. خب این ما شما چه بکنیم؟ قیمت مطلقه ویرم به دست آوردیم قیمت مطلقه ویرم که به دست آوردیم باز برای جو مادلس آف دبلیو رو به دست میاریم
میگیم که مادلس آف دبلیو مساوی میشه. باز هم ما و شما چی داریم؟ جذر داریم. نوشته میکنیم که نوشته میکنیم که جذر اوهو نوشته میکنیم که جذر چرخ مربع ضریب از است 4 منفی 4. البته چون که مربع میشه من منفی و مثبت بگیرم هم ندارم. نوشته میکنیم که 4 مربع مثبت 1 مربع باز مرازی میگیم که برابر یا مثلا میشه به 4 مربع 16 1 مربع 1 16 1 کم میشه عبده میشه. نوشته میکنیم که مثلا میشه جهاز را عبده ایش که جهاز را عبده به رست آمد. خب باز مرازی اینال نوشته میکنیم که کوساین تیتا برابر یا مساوی میشه و کوساین تیتا برابر یا مساوی میشه و ای که هسته ما و شما داریم چی؟ خب از این جمله کسره بگیرم که مرگی داری رو به صورت منظم بکنم به شما رسوندم. خب داریم که وی به عوض وی ضرب دبلیو وی ضرب دبلیو قیمت رو اساسا منفی اف مستقیم قیمت نوشته میگه منفی اف باز برای تقسیم یا بر داریم که قیمت مطلقه چی؟ قیمت مطلقه وی قیمت مطلقه وی یا مودلس آف وی قیمت چند شده؟ جذر ده شده. نوشته میکنیم که جذر ده. وقتی که جذر ده نوشته کنیم خب باز باز نوشته میکنیم که ضرب قیمت مطلقه چی؟ قیمت مطلقه دبلیو این هم نوشته میکنیم که جذر. خب این هم نوشته میکنیم که جذر چند؟ جذر عبده. وقتی که این هم مثلا به جذر عبده نوشته کردیم میگیم که مثلا میشه به منفی 7 خود از یه هست. این هم نوشته میکنیم که منفی 7 بر جذر. خب عبده ضرب ده فاصله چند میشه؟ فاصله میشه به 170. میگیم که منفی 7 بر جذر 170. جذر 170 میگیریم امیری که هسته چیکار میشه؟ قیمت از این محاسبه میشه. ما و شما میفهمیدیم که قیمت مطلقه چیه؟ قیمت مطلقه ببخشیم قیمت مطلقه میگم قیمت زاویه تیتا قیمت زاویه تیتا که هسته بین چنده؟ بین منفی یک بازبر از اون بین منفی یک که طوری که همون چیگاه بنویسم بازبر از اون که شما ببینیم نوشته میکنیم چی؟ یعنی ما این زاویه تیتا میگیم زمان امکان پذیره که بزرگتر از منفی یک باشه کوچکتر از چند باشه یک باشه که زاویه هم که هسته این انتروال چیه؟ موجوده. خب اولین موضوعی که شما باید برای همیش بیاد داشته باشید و عبارت از چیه؟ کوساین تیتا یا کوساین زاویه بین دو وکتور که عبارت از مثلا میشه به وی ضرب دبلیو تقسیم قیمت مطلقه وی ضرب قیمت مطلقه دبلیو. خب این سوال ما و شما داریم این سوال کار میکنیم سعی میکنیم که موضوع از چی قراره. Find the cosine of the angle between the vector v and w. خب یعنی چی؟ یعنی شما زاویه بین دو وکتور v و w کوساین چیکار کنید؟ به دست بیارین. خب برای که ما و شما به دست بیارین این v ما و شما خب v ما و شما میتونیم چی تنوشته کنیم؟ نوشته کنیم که س آی جمع چی؟ جمع دو جمع نوشته کنیم. بخواهم دیم باز برای دبلیو رو هم که هسته به این شکل نوشته کنیم که منفی دو آی منفی دو آی مثبت این هم نوشته میکنیم که دو جه این که به این شکل ما نوشته کنیم چون که سوال قبلی هم بمی سیستم بود این هم بمی سیستم باشه. خب باز بعد از اون میگیم که باز از این سیستم هم میتونیم به اون سیستم بنویسه میش مشکل نداره باید سیستم ها ترانسفریبل یا قابل مثلا تعویض به یکی داره. خب از اینجا نوشته میکنیم که V ضرب W V ضرب W میگیم که مثلا میشه به عوض V نوشته میکنیم که سه آی جمع دو جه باز بعد رو نقطه یا ضرب یا نوشته میکنیم که منفی دو آی خب منفی دو آی مثبت دو جمع نوشیم. خب میگیم که U ضرب V V ضرب W مثلا میشه به اینا که ضرب کنیم این سه ضرب منفی دو حاصل نوشته میکنیم که چند میشه؟ حاصل میشه به منفی 6 باز باید که مثبت بیرم نوشته میکنیم که 4 مساوی میشه به منفی 2. خب از اینجا ما و شما ری ضرب دبلی پیدا کردیم که قیمت دو چند شد که قیمت دو منفی 2 شد. بعد از اون میایم من
قیمت مطلقه وی رو محاسبه میکنم، نگم که قیمت مطلقه وی مساوی میشه سه مربع جمع وی رو نوشته میکنم که دو مربع برابر یا مساوی میشه سه مربع نو، چهار مربع دو، سه مربع نو، دو مربع چهار، چهار رو هم حاصل از این میگیم که مساوی میشه جذر 13. خب این که قیمت مطلقه وی یا معادله صاف وی مثلا به جهر 13 شد، من میام معادله صاف دبلیو به رسم میارم، معادله صاف دبلیو میگیم که بازم مثلا میشه به جهر دو منفی که مربع کنم مثبت میشه، پس من منفی نمیگیرم، نوشته میکنم که دو مربع مثبت و نوشته میکنم که دو مربع حاصل از این میگیم که مثلا میشه به خب دو مربع چار، چار و چار هم حاصل چند میشه؟ حاصل 8 میشه، نوشته میکنم که مثلا میشه به جهر 8. بعد از که حساب شد یا محاسبه شد نوشته میکنم که کوساین تیتا برابر یا مساوی میشه. خب فرمول داریم، ما شما فرمول داریم که او عبارت از چیه؟ خب من فرمول را میشه که شما دوباره نوشته کنم، نوشته میکنم که وی دات دبلیو تقسیم مادلس آف وی ضرب مادلس آف دبلیو. خب بگیم که مساوی میشه V.W یا این قیمت از این موضوع را میکنم داریم که منفی دو باز برای تقسیم مادلس آف وی، مادلس آف وی هسته قیمت چند جزر 13، باز برای این که جزر 13 شد نوشته میکنیم که ضرب خب یکی بعدی که هسته جزر چند جزر 8 بودن که ما شما بنوشتیم، میگیم که ببینیم جواب از این همین هسته، اما اگر داخل چهار روبه یا مثلا تبری بیده که شما جواب خود با کتاب جواب کتاب احتمالا که به ای باشه یا نباشه، میبینیم این مقایسه میکنیم، چی رقم مقایسه میکنیم؟ نوشته میکنیم که منفی دو خود از یه هسته، منفی دو که خود از یه هسته جزر 13 خود از یه هسته، نوشته میکنیم که جزر 13 باز بر از دو ضربه جزر بعدی جزر 8 شما ایتو نوشته میکنم، نوشته میکنم که جزر 4 ضرب 2. خب او که 4 جزر 2 ضرب 2 شما بنوشتین جزر 4 گرفته میشه، جزر 4 میشه به 2، به این 2 چیکار میشه؟ اختصار میشه، یعنی کلن به صورت چند واقع میمونه؟ به صورت یک واقع میمونه. نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که کوساین، خب کوساین تیتا میگیم که برابر یا مساوی میشه به منفی یک بر ایران داشته میکنیم که چی؟ خب باز بر از او ای از مجز را یکی میگیریم این را زن میکنیم 23 26 میشه، نوشته میکنیم که جزر 26 یعنی منفی یک بر جزر 26 که هسته چی میشه؟ جواب هستی میشه. خب کسان تیتا که به دست آمده باشه باز بر از کسان تیتا ما میتونیم که دکی نتا یارم چه کنیم؟ محاسبه کنیم. خب بعد از او ببینیم از اینجا ببینیم مثال هایی داریم for the vectors، ببینیم این مثلا u و v و w داده شده، find u dot v یعنی dot product u ضرب v برس بیاریم، u ضرب w برس بیاریم، u ضرب v جمع w برس بیاریم. خب در صورت ما اول تایم در نظر بگیرم سعی کنم که وقت داریم یا نداریم، خب چون که u ضرب v برس بیارم میگم که یو ضرب وی به عوض یو قیمت رو میگذارم، نوشته میکنم که منفی دو آی مثبت چار ج، این قیمت یو شد، این حالا به عوض وی هم نوشته میکنم که سه آی مثبت پنج ج. خب میگم که برابر یا مساوی میشه به منفی دو آی ضرب سه آی، حاصل نوشته میکنم که میشه به منفی شیش آی مربع، آی مربع یک هم نوشته نمیکنم دیگه، مثبت باز بعد رو 4 ضرب 5، 4 ضرب 5 هم حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به 20، اینا که جمع تشخیص کنیم حاصل مساوی به چند میشه؟ مساوی به 14 میشه، پس نمیشته میکنیم که یو ضرب وی مساوی میشه به وی ضرب یو مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به 14. این به شرط ای برست آمد. باز بعد از یو ضرب دبلیو دیگه گزینه هایی که هسته چند تایی مثلا میشه که ما کار کنیم، باز اینا مثلا همین component of u ضرب v، component of u ضرب component of u on v، باز بر از component of u v on w، باز بر از project of project of v on w on v on u، یا project of u
by W perpendicular. اینا میشه که باز به جاتا بعدی به شما بگیم، اما من دلچسپی دارم که مثلا کامپوننت از اینجا نوشته کنم که کامپوننت چی داریم با شما؟ کامپوننت U داریم، نه؟ کامپوننت U باز من از اینجا نوشته میکنیم که on V. خب کامپوننت U on V که ما شما داشته باشیم میگیم که مساوی میشه. ببینید فرمول نظیر که ما شما بررسی کنیم، میگیم که U ضرب V تقسیم مادلس آف V، یعنی خب نوشته میکنیم که U dot V by ایره نوشته میکنیم که مادلس آف V. این فرمول ازیه شما لطفا اگه فرمول از بر کنید دیگه خیلی خوب میشه. ایره اگه شکل در نظر بگیریم، یعنی که مثلا بنویسیم که ای تو بنویسیم، نوشته کنیم که U ضرب V یا U dot V بای ایرانش میگونه که مادلس آف وی. ایت بیتر میگه که مثلا اول شما چکار کنید؟ اول دات پرادکت از اینا به دست بیارید، باز تقسیم ابسولوت ولیو از بیرو کنید. اوی که ای قسمت هم که هسته ای مساویه، مشکل ندارد. باز من از دو اگر ما و شما چی داشته باشیم؟ پراجکشن داشته باشیم، مثلا داشته باشیم که پراجکشن آف وی آن دبلیو دیگه نیم نوشته کنیم که پروژکشن آف، اینجا نوشته کنیم که W باز بر از جو خواه نوشته کنیم که پروژکت آف خواه پروژکت آف باز بر از جو اینجا چی نوشته کنیم؟ V مثلا آن W نوشته کنیم، میگین که مثلا این چرا. خواه ببینیم این که اصلا جالب تره، نوشته میکنیم که مثلا این چرا V ضرب W نوشته میکنیم، نوشته اینکه V dot W وی دات دبلیو که نوشته کردیم. باز بر از اون اینجا هم نوشته میکنیم که مادلس آف دبلیو اسکوائر. باز بر از اون ضرب چه؟ ضرب دبلیو. این به شکل این هم چکار میشه؟ پروژکشن میشه. این لطفا برای جلسه بعدی که هسته این دو فرمول از بر کنین، این دو فرمول که از بر کنین برای ادامه از این درس ها ما شما به جلسه بعدی به خدمت شما هستیم. تشکر از توجه زیبایی.